اگه این قطعه رو تو هم میخوای یاد بگیری همراه با نوت، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. به نام خدا، محمد سنگ سفیدی هستم، مدرس و نوازنده ساز تنبک. این جلسه میخوام یه قطعه از کتاب اوسا قاضی اسکر به تو آموزش بدم در ریتم 2/4 همراه با نوت و جزئیاتی که داخل این قطعه وجود داره. پس این ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کن که این قطعه رو خوب یاد بگیری. اون دوستانی هم که تازه دارن ویدیوی من رو نگاه میکنن، این چنل در ارتباط با آموزش تنبک به زبان ساده است. اگر فکر میکنی این چنل به دردت میخوره، حتما چنل رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هر موقع من ویدیو جدید میذارم نوتیف اون رو دریافت کنی. بریم سراغ قطعه‌ای که میخوام بهت آموزش بدم. اول از همه نوت هایی که داخل کتاب استاد قاضی عسکر وجود داره به این صورته: نوتی که بدون علامت، نوت توم ماست. نوتی که عدد 2 داره ولی خب 7 یا 8 نداره، منظورش همون 7ه، یعنی با دست چپ. 8 نوت بک ماست. 7 کماندار رو که داشتیم داخل کتاب استاد بهمن رجبی. ریز پر 8 و 7 کمانداره. ریز پلنگ همونطور که دقت میکنی یه 2 بالاش داره، یه بک هم زیرشه که ریز بک 2 یا ریز پلنگ ماست. همین نوت ها میریم با هم شروع بکنیم. سعی میکنم نوت ها رو قطعه رو خط به خط بهتون آموزش بدم تا مشکلی از بابت آموزش یا یاد گرفتن نداشته باشید. عرضم به حضور شما قطعه بیشتر نوت دولاچنگ داره، پس من مبنای شمارشم رو بر اساس نوت دولاچنگ میذارم. من شمارش ریتمخوانی رو به تو آموزش دادم، اون دوستانی که یاد نگرفتن حتما برن داخل چنلم این ویدیو رو نگاه کنن. اما خب باز یه توضیح کلی میدم، اگه بخوام یه ریتم 2/4 رو بر اساس دولاچنگ بشمرن میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، یا وقتی که بخوام سرزر باشم مشخص کنم 1 2 3 4، 2 2 3 4. پس مبنای شمارشم به این صورته، دارم بر اساس دولاچنگ میشمرم. پس نوت چنگ رو بعد چند تا شماره بهش بدم؟ چون که نوت چنگ برابر است با 2 تا نوت دولاچنگ، بهش 2 تا شماره میدم. فقط هم نوت دولاچنگ داره و چنگ، به استثنای خط آخر که یه نوت سیاه هم داره، و چون نوت سیاه برابر است با 4 تا نوت دولاچنگ، بهش 4 تا شماره میدم. دیگه هیچ نکته دیگه ای نداره. میریم با هم خط به خط شروع کنیم. خط اول، این قسمت هایی که هایلایت کشیده شده جاهای مهم قطعه، سعی کنید اینا رو با مترونوم بالاتر هم بزنید تا دستتون راه بیفته. اجرا میکنم خط اولو: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دقت کنید، چون که 2 تا خط مورب روی ریز ماست، بعد 4 تا ریز زده بشه. اون دوستانی که نمیتونن ریز بزنن 4 تا راست چپ بزنن. خب پس اون دوستانی که هنوز ریز رو خوب یاد نگرفتن 4 تا راست چپ فقط بزنن. من سعی میکنم داخل قطعه به صورت 4 تا راست چپ بزنم که مشکلی نداشته باشید. اجرا میکنم خط اولو: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. تکرار داره. یکم سرعتشو میبرم بالاتر که ببینید به چه صورت میشه. خب به این صورت میشه. خط دوم اجرا میکنم: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دقت کنی، نوت چنگو من دارم 2 تا شماره بهش میدم و نوتای دولاچنگم که توی یک سب توی یک شماره اجراش میکنم: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. ریزم که دارم راست چپ میزنم که اون دوستانی که ریز بلد نیستن بتونن خوب یاد بگیرن. خط بعدی، خط سوم: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بازم اجراش میکنم، یک از ساعت میبرم بالاتر ببینی به چه صورته. اون 7 کمان دارم که همین میشه. 4 تا فقط بزنیم. بریم خط بعدی. یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. خب یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. خط بعدی.
یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. توی شمارش دقت کنید، چون بر اساس دو لا چنگه من اینو بارها تکرار میکنم تا دیگه توی ذهنتون جا بیفته. نوت دو لا چنگ باید یه دونه شماره بگیره، چون که داریم بر اساس نوت دو لا چنگ میشموریم و نوت چنگ هم دارم دو تا بهش شماره میدم، چون که نوت چنگ برابر است با دو تا نوت دو لا چنگ. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خط بعدی یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. سرعت میبرم بالاتر. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خط بعدیش هم تقریبا مثل همینه. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. خط آخر این صفحه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. سرعت رو میبرم بالاتر. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب سعی کنید که نوت تومو همونطور که توی فیلم های قبلی به تو آموزش دادم هم سطح با صفحه تنبک باشه، یعنی اینجوری نباشه دستتون تقریبا هم سطح، و عرضم به حضورتون که روی ساعت 9 باشه، اینجوری نباشه، دستمون شکستگی نباید داشته باشه، صاف صاف. بریم خط بعدی، صفحه بعدی. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. سرعتش میبرم بالاتر. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. خط بعدی ریز پلنگ آورده توی کار، و چون دو تا خط مورد داره من باز هم باید 4 تا ریز بزنم فقط. اجراش میکنم. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. بعدی یک دو سه چهار، 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 یک دو. اصلا میخوام بک بود. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. سرعتو میبرم بالاتر. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. خط بعدی دقت کنید، توی خط بعدی دو تا علامت تکرار داره، یه بار که با خود اون میزان رو بزنیم و دو بار دیگه هم علامت تکرار، یعنی با سه بار این میزان اولش تکرار بشه. یک دو سه چهار، 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 سه بار. بعد ادامه میدیم. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یا با کلش رو میزنم. یک دو سه چهار، 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 سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خط بعدی بازم همین روند داره تکرار میشه روی بک این دفعه. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. سرعتو میبرم بالاتر. خط بعدی دقت کنید، بازم اینجا رو هایلایت کشیده شده، تو اینجا جای مهمیه، باید خیلی سعی کنید سرعتش رو ببرید بالا، به صورت تنهایی یا داخل قطعه نمیخواد، چون نمیتونید همه اینا رو با هم مچ بکنید. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. سرعتش رو میبرم بالاتر. خط بعدی تقریبا مثل همین خط بالایی. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، روی بک اومده. خط بعدی یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. ریزا رو گفتم 4 تا بزنی. یک دو
چهار تا، این چهار تا بعد تو اون دو تا شماره جا گرفته باشه. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خط آخر 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دقت کنی نوت اول نوت سیاه چهار تا شماره میگیره، نوت بعدی سکوت چنگه، درست سکوته ولی خب چون نوت چنگه بعد دو تا شماره بهش بدیم، چون داریم بر اساس دولا چنگ میشموریم و هر نوت چنگ برابر است با دو تا نوت دولا چنگ. اون دوستانی که بلد نیستن این حرفایی که دارم بهتون میگم داخل چنلم اووردم، هم قضیه ریتم خوانی، هم ارزم به حضور شما وزن در موسیقی، انواع نوت ها در موسیقی، اینا رو حتما برید نگاه بکنید. لینکش هم میذارم هم داخل دیسکریپشن هم به صورت یه تگ بالا، یه کلیپ بالا. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. حالا میخوام یه بار کل قطعه رو اجرا بکنم. و این قطعه رو بتونید به زیبایی تمام اجراش بکنید. اگر سوال، نظر، انتقاد و یا هر چیز دیگه ای هست حتما داخل کامنت ها بیان کنید، من حتما به همه کامنت ها پاسخ میدم. و اگر که این آموزش رو دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و از کار من حمایت کنید. خسته نباشید.